با عرض سلام حضور بیننده های عزیز و گرامی، دوستان هموطن، ما با جناب خواجه بشیر احمد انصاری روی مسائل جاری در مصر و تأثیر آن بر افغانستان و منطقه صحبت داریم. جناب انصاری صاحب محترم، نظر به اوضاعی که فعلا در مصر جریان داره، امروز اخبار شنیدیم که تقریبا 52 نفر از طرفدارای حکومت آقای مرسی و نهضت اخوان المسلمین از طرف نظامیگرا به شهادت رسیدند. از دیدگاه شما نظر به حالاتی که فعلا در مصر تاریس، مصر به سوی جنگ های داخلی روان نیست؟ شاید دشمنان مصر و دشمنان ملت مصر به می آرزو باشند. البته قدم اولی شماره که شما گفتیم 52 به 71 نفر رسیده، آخرین خبری که ما شنیدم بله 71 نفر شد تعداد کسایی که در مظاهره شهید شدن. دیگه ما فکر نمی کنم که مصر به طرف جنگ های داخلی بره. البته چند علت داره. علت اولش ایست که در مصر یک اندیشه به نام ملت وجود داره، یک ملت کهنسالی که عمرش به هزاران سال می رسه. بله. و مردمش به مصری بودن خود افتخار میکنن، چه قبطی چه مسلمان است، هر کسی که هست. این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه ای که در اونجا یک حرکت بسیار ریشه‌دار و حرکت بسیار گسترده و مردمی و قوی به نام جنبش اخوان المسلمین وجود داره که میتونه که ستون فقرات استقرار و ثبات در اون جامعه باشه. بله. و خوشبختانه که اخوانی ها در طول تاریخ 80 سالشان هیچ بار دست به سلا نزدن. یک بار یک حادثه استثنایی که به نام عبدالرحمن سندی، یک کسی بود و نخست وزیر به نام خزانه‌دار او را ترور کرد، و البته یک استثنایی است که آدم به دل خود این کار کرده بود و تمرد کرده بود بالای اخوان و بالای مرشدش و بالای تنظیمش و بالای کلگی. اما به صورت اون خود تنظیم در مدت 80 سال رهبرش هم کشته شد، ترور شد، حسن بنا ترور شد. بله. و ضرب گلوله از تا در آمد و پس از او سید قطب مثلا مفکر بزرگشان اعدام شد. رهبرایشان جمع کثیری از رهبرایشان در زندان ها اعدام شدن، کشته شدن، و یک جمع کثیری دیگه در زندان ها بر ده ها سال، یکان تا شما میبینی 30 سال در زندان بوده، 20 سال در زندان بوده. یعنی یک کسی 30 سال در زندان بودن یعنی گفت بسیار کلامی است. درست. تعداد زیادی از اینا اینمی مدت ها رو در زندان ها تیر کردن، در زندان پیر شدن در اموجه. بله. اما با وجود اینمه قدر فشاره که بالایشان آمد، هیچ وقت دست به سلا نبردن. فیلن حوادثی که فیلن که در اونجا رخ داره یا برایشان کاملا طبیعی است و این پیشبینی هم میکردن و این شاید تحمل هم یقینا تحمل هم میکنن. و گفت مهمشی که رهبرایشان مثلا بلتاجی امروز و دیروز و هر روز اعلان میکنه مثلا بلند میگه که ما دست از مبارزه بر نمیداریم، در میدان ها هستیم اما به هیچ صورت دست به سلا هم نمیبریم. درست. یعنی اما یک نقطه قابل ذکر است که از زیر عباءه و از زیر چپن اخوان المسلمین جریان های زیاد انشعاب کرده بر آمده. مانند اینمی حرکت جهاد اسلامی که برابری عمر عبدالرحمن و مثلا اونمو تکفیر هجرت، حتی جماعت اسلامی به نام جماعت اسلامی یک گروه بود که به جهادی ها نزدیک بود. این گروه هایی که بر آمدن و اینجا گروه های خشونت شعار هستن، گروه های واقعا افراطی هستن. و اما خود جریان اخوان تا دانسته که اونمو اعتدال خودم تا حد زیاد حفظ کنم. و یک نقطه دیگه هم مهم است که در داخل اخوان هم یک جریانی هست به نام که به سلفی ها نزدیک هستن، اما باز هم اخوان اونمو مینستریم، یعنی اونمو جریان اساسی اخوان جریان معتدل است که میتونه که اساس ثبات و اساس استقرار در کشور باشه و میتونه مانع کشاندن مصر به طرف بی‌نظمی و به طرف انارشی و به طرف جنگ های داخلی باشه. رهبرای اخوان تشویش هایی که دارن میگن که ما این کار نمی کنیم، ما امکان داره که یک تعداد جوان های احساساتی کم فقه کم فکر اینها امکان داره که دست به سلا ببرن و کسایی که یا از ما نیستن.
و این یک دردسری برای مصر خواهد بود و دردسری برای اخوان هم خواهد بود و دردسری برای همه منطقه خواهد بود. اما اگر مصر به طرف جنگ‌های داخلی کشاند شود، آتش این جنگ دامن اسرائیل هم خواهد گرفت و دامن کشورهای خلیجی عربستان سعودی و همسال از این هم خواهد گرفت. این مسئله بسیار خطرناکه، مصر موقعیت بسیار خطرناک دارد از هر لحاظ. اگر من فکر نمی کنم که آتش زدن به جنگ های داخلی در مصر به نفع هیچ همسایه باشه. جناب انصاری صاحب، شما تا جایی که اخوانی ها را در موردشون صحبت نموده، از این برداشت ما ایست که اخوانی ها یک جریان فوق العاده معتدل و اعتقاد به دموکراسی دارند. از دیدگاه شما تا کدام اندازه اینا واقعا معتقد به اندیشه های دموکراسی هستند؟ آیا اینا عملا صادقانه از قلبشان به دموکراسی میرن، قدم میگذارن، راهش دنبال میکنن، یا ای که دموکراسی را وسیله و ابزار ساختن جهت برآورده شدن آرزوهایشان؟ اینجا دو مسئله است. اکثر کسایی در رابطه با اسلام و دموکراسی و یا در رابطه با رابطه بین هر دو و یا در رابطه با تنها دموکراسی گپ می‌زنند، اکثر نمی‌دانند دموکراسی چیست و اکثر نمی‌دانند که آدم دین چیست و چگونه رابطه داره با هم. ما دو چیز داریم. یکی دموکراسی به عنوان اما میکانیزم حکومت و نوع حکومت و شکلی که حکومت اداره میشه. یکی دموکراسی به عنوان فلسفه. دیگه دموکراسی به عنوان فلسفه ای که در یک کشور مثلا خود حکومت حق داشته باشه که حل حلال حرام بسازه، حرام حلال، این کار یعنی در یک کشور میشه که یک حکومت انجام بده، اما به عنوان مسلمان یعنی ما ملزم نیستیم که حلال او را حلال بدانیم و حرامش حرام. یعنی نظرت اسلامی و خصوصا اخوان المسلمین همه تفکر میکنه. اما به عنوان از این که در حکومت هست و نمو چیزی به عنوان یک فیصله سیاسی در داخل اون حکومت و عملا قابل یعنی تطبیق میشه و اینا مشکل با او ندارند. اما استراتژی که اخوان داره میگه که ما از طریق مردم، اگر مردم قبول کرد که ما در حکومت باشیم و اگر مردم برنامه ما را قبول کرد ما در حکومت نیم، اگر مردم ما را نپذیرفت ما نمیم. و همین لحاظ تفاوت میده که جریان اخوان با نهضت سید جمال داره. همین که سید جمال الدین از رأس شروع میکرد، از بالاترین نقطه هرم قدرت در کشورها آغاز میکرد. مثلا همیشه با صدر اعظم ها و با پادشاه ها و با خلیفه ها و با امثال از این سر کار داشت، میخواد که اون نقطه اصلاح شود و در اصل تمام جامعه اصلاح شود. اما اخوانی ها کار کردن، خسر بنا کار کرد، گفت که من آمده برای که از پایین علم اصلاح را آغاز کنم و جامعه را اصلاح کنم. و از همین لحاظ اینا در پایین ترین لایه های جامعه اینا نفوذ دارن و در اطراف و در قریه ها، قصبه ها، در مناطق مرزی دوردست مصر قوی تر هستن از این که حتی در داخل شهرها یا باشن. اینا در داخل جامعه نفوذ دارن و میتونن میلیون ها نفر به خیابان ها بکشن. و اینمی فعلا میبینیم که اینا دانستن که میلیون ها انسان در اعتراض ها اینجا بکشنن به سرک. از این معلوم میشه که نقش بسیار بزرگی در داخل جامعه دارن و اینا اعتماد زیادی بالای مردم دارن. همیشه یعنی اینا اعتماد کردن بالای مردم و یگانه اونمو سندشان و یگانه اتکایشان مردم است. و اینمی انتخابات هم نشان داد که اینها آمدن از طریق انتخابات و مردم یار انتخاب کرد. اما سوال شما این که آیا به عنوان یک ابزار استفاده میکنن از دموکراسی؟ من فکر نمیکنم به عنوان ابزار استفاده کنن، برای خاطر که اینها خودشان مثلا همی حزب حریت و عدالت، یعنی حزب آزادی و عدالت را گیا تأسیس کردن. معاون این حزب یک دکتر مسیحی است، یک دانشمند مسیحی است. بله. معاون این حزب. مثلا اینها قبول کردن که وارد یعنی بازی دموکراسی شود و قبول کردن یعنی بازی دموکراسی با همه شرایطش. بله. و تا وقتی که در حکومت هم بودن اینا کاری نکردن که یعنی خلل ایجاد کنه به این بازی دموکراسی. مثلا حتی در زمانی که در حکومت بودن طرفدارایشان مانند گوسفند در سرک ها و خیابان ها کشته میشد از طرف مخالفینشان. مثلا در پیش روی دانشگاه قاهره بالایشان فایر شد، فایر ماشیندار شد و افرادشان کشته شد حتی در زمانی که در قدرت بودن.
مثلا در مناطق مختلف افرادشان هم میکشتن، اما اینها هیچ وقت نشت و صلاح نبودن. اینها در زمانی که در اپوزیسیون بودن و در زندان ها بودن و بالایشان ظلم میشد دست به صلاح نبودن، و زمانی که در قدرت هم بودن دست به صلاح نبودن. جناب انصاری صاحب گرامی، جناب انصاری صاحب گرامی بسیار ببخشین، میگیم که تا جایی که شما فرمودین و دقیق نظر به تجربه ای که از جریان های اخوان است، واقعا اینا در امورات اجتماعی واقعا خدمت های بسیار بسزای بر لایه های خصوصا متوسط جامعه و پایین جامعه، اینا خدمت های بسیار شایانی در طول حیات سیاسیشان انجام دادن. ولی وقتی که اینا آمدن نظام سیاسی را در اختیار گرفتن، ما میگیم که شاید اینا تجربه های بسیار کافیه که چنان که در امور مسائل اجتماعی داشتن در مسائل سیاسی نداشتن. آیا از اینا یگان اشتباهاتی در مسائل امور سیاسی سر نزده، یا خصوصا از آقای مرسی که منجر به پیش آمدن همی اوضاع و احوال شد؟ این سوال شما دو بخش داره. اما بخش اولی که راستی هم اینها یک جریانی که مدت 80 سال در زندان باشه، یک کسی را از زندان بگیر در رأس در قصر ریاست جمهوری ببرش بگو تو حکومت کو، بله، و این کسای دیگه هم رهبرشان همیشه یا یک روز در زندان می بودن یک روز در خانه می بودن، بله، در بین زندان و خانه در رفت آمد بودن، بله، در بین زندان، خانه و محکمه. زندگیشون همین رقم سفری شد. این گفت شما درست است. حکومت کردن، یعنی خود حکومت داری، یک رشته آسان نیست. یکی از رشته های مهم است که باید از نظر عملی و از نظر نظری انسان باید در او عرصه تجربه بیندازه. مشکلی که اینا دارن واقعا یک مشکل بوده، اما چه اشتباهات اینا کردن؟ امکان داره که زیاد اشتباه کرده باشن و ما این را نفی نمی کنیم، اما حکومت ها اشتباه میکنن. در همی امریکا همی بوش اشتباه نکرد. مثلا به عراق رفت بدون از اینکه یک دلیل معقول راه کنه. گفت که اون سلاح کار جمعی دارن، اما رفتن آخر ثابت شد که نیست. به هزارها فرزند امریکایی در اونجا کشته شد. میلیاردها دارن در اونجا خساره دیدن، اما هیچ کسی نام رو نگفت که بیاین به خیابان ها برزیم و این رو بگویم که تو دیگر حق نداری بیا پایین بیا. خود دموکراسی از خود یک قواعد دارد. از قواعد اصول دموکراسی است که یک جریان وقتی که یک جنایی وقتی که انتخاب میشه باید برش فرصت داده شود، تا اینکه یک خیانت ملی مرتکب خیانت عظما و خیانت ملی نشه، که این ادعا را هیچ کسی در مصر نکرده که مرسی و یا حزبش و یا آزادی و عدالت مرتکب کدام خیانت ملی شده باشه، بلکه مصری ها میگن که یعنی خود همین دخوانی ها میگن که جانب مقابل مرتکب خیانت های ملی فراوانی شده. این یک طرف قضیه. طرف یک موضوع دیگر هم میخوایم که به او اشاره کنم که در تحلیل هایی که فعلا صورت میگیره از اوضاع مصر، یک بود قضیه که بسیار بود مهم است، بود اساسی و بود فیصله کنه در حوادث مصر، او بود اقتصادی. ارتش مصر تا گلو، بله، در اینمی زدوبند های اقتصادی، در معامله های اقتصادی، در پروژه های اقتصادی غرق است دیگه، و نمیخواه که ارتش این امتیازات خود از دست بده. به فکر من یکی از عناصر اساسی اینمی حوادث خونین مصر بود اقتصادی قضیه است. جناب انصاری صاحب محترم، شما چون وقت ما تقریبا محدود است، شما اوضاع مصر یعنی از دیدگاه آینده ها، یعنی در آینده ها چطور پیش بینی میکنین که مصر به کدام طرف خود پیش رفت؟ من یک فرمولی که من پیش خودم دارم نیست که آگاهی راه حل است. من فکر ملت مصر، ملت خصوصا رهبرای احزاب سیاسی و رهبرای اخوان المسلمین در اونجا افراد بسیار آگاهی هستند. من فکر میکنم که اینها هیچ وقت در او چاهی که برشان کندن شاید در او چاه نفتن. برنامه که برشان وضع شده که یارا بکشنن به طرف خشونت و به طرف خونریزی، به هیچ صورت اینها به اون طرف سوق داده نخواهند شد. دیگه فکر میکنم که اینها از این آزمون سربلند بیرون بدر میشن،
و این یک امتحان بزرگی بود برای از اونها و برای مخالفینشان و برای عموم تجربه دموکراسی در خاورمیانه، در جهان اسلام، افریقا و در جهان سوم. دیگه مصر به طرف یقینم که دیگه مصر بسیار مشکل است که به طرف حکومت عسکری پس عقد نشینی کنه و عقد گرد کنه به هیچ صورتی، و یقین دارم که از این حالت میبراین و به یک شکل در انتخابات دیگه هم اگر حالا پس مرسی به ریاست جمهوری پس نبیایه و کرسی خود پس اشغال نکنه در اثر فشارهایی که از طرف مردم فعلا وارد میشه، اما یک بارم که در آینده ها در انتخابات دیگه باز هم شاید که اول باشن در انتخابات. چرا یک کسی که ریشه داره در بین مردم به هیچ صورت مشکل است که مردم بتانه که او را نادیده بگیره، و از طرف دیگه قدرت هایی که امروز کاملا یک پرده سیاه را کشن سر حوادث مصر و هیچ نشان نمیتن که در روی چی میگذره و میخواهند که یک ما با یک توطیه بسیار خطرناک توطیه سکوت و توطیه خاموشی مواجه هستیم که علیه او ملت فعلا برا انداخته شده. و یقین دارم که اونا از این حالت از این مرحله عبور خواهند کرد انشاءالله که ملت مصر آینده خوبی خواهد داشت، و چرا آگاهی و هوشیاری اساس پیروزی و اساس صلاح و فلاح در یک